14 دسامبر 1992 سه نفر داشتن توی یک جاده دور از منطقه مسکونی پیاده روی میکردن. یهو متوجه میشن که یه آدمی از بین بوته ها میاد بیرون در حالی که داره خودش رو روی زمین میکشه. کاملا سوخته و به سختی نفس میکشه. کمک میخواست و این سه نفر کسی رو نجات میدن که سرنوشت وحشتناکی رو پشت سر گذاشته. با من همراه باشید. سلام من مرزیم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید اگر این اولین باره که من رو میبینید بگم که ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون باخبر با خبر بشید یادتونم نره اگر از همراه های قدیمی و جدید ما هستید بعد از دیدن این ویدیو اگر دوستش داشتید لایکش کنید چون خیلی به ما کمک میکنه میرم سراغ پرونده امروز و میخوام راجع به شخصیت اصلی داستان امروز صحبت بکنم. دختری به اسم سوزان کپر. سوزان متولد یک سپتامبر 1976 بود توی یک خانواده متوسط رو به پایین در انگلستان به دنیا آمد. یکم بعد از به دنیا آمدنش خواهرش میشل هم به دنیا آمد. اسم مادرش الیزابت بود اما از اسم پدرش اطلاعی در دست نداریم. دوره ای که به دنیا میاد سوزان اوج بحران اقتصادی برای طبقه متوسط انگلستان دوره ای که مارگارت تاچر به قدرت رسیده اومده رأس کار وضعیت صنعت آشفته است وضعیت اقتصاد آشفته است قشر کارگر زندگی سختی رو پشت سر میذارن افرادی که زن و بچه دارن زندگی براشون خیلی دشوار شده و توی همین بازه زمانی که پدر این خانواده هم به مشکل اقتصادی میخوره و خانواده رو ترک میکنه بعد از اینکه پدر خانواده میره میشل تقریبا نوزاد بوده الیزابت مادر خانواده سه چهار باری بزن شادم بیشتر ازدواج میکنه و هر بار مردهایی که میومدن توی زندگی این یکی از یکی بدتر بودن آدم های نااهلی بودن آدم های نادرستی بودن انواع اقسام و مشکلات رو برای این دوتا بچه می سازن و میشل و سوزان توی یک محیط کاملا ناامن بدون احساس اینکه پشتیبان داشته باشن بدون احساس اینکه مادرشون حواسش به اینها هست بدون احساس داشتن پدر کم کم بزرگ میشن از بین این همسرای رنگارنگی که می توی زندگی الیزابت بالاخره یک آقایی میاد که با بقیه متفاوته جان کپر ازدواج میکنه با الیزابت و بسیار آدم خوبی بوده از همون اول شروع میکنه اساس زندگی رو روی این داشتن که برای این دوتا بچه پدری بکنه خیلی تلاش میکرده که بهشون کمک بکنه خیلی تلاش میکرده که بفرستتشون مدرسه کمک بکنه که خوب درس بخونن خلاص که یک آینده درست و درمونی داشته باشن اما حقیقتش اینه که خیلی کار دشواری بوده دیگه این بچه ها سالهای سال تحت تربیت نادرست بودن تحت آموزش های غلط بودن به خاطر همین حالا انتظار این که بتونه یهو تغییرشون بده خیلی انتظار زیادی بوده اما جان کوتاه نمی اومده. همه یه تلاشش رو می کرده. اما چیزی که این وسط وجود داشته این بوده که ارتباطش با الیزابت به مشکل می خوره و در نهایت سال 1990 الیزابت و جان از همدیگه جدا میشن. وقتی که اینها از هم جدا میشن یک تست روانی انجام میشه روی الیزابت من نمیدونم چطور این اتفاق میفته کسی شکایت میکنه خود جان شکایت میکنه وقتی که صلاحیت الیزابت بررسی میشه مشخص میشه که صلاحیت نگهداری این دوتا دختر رو نداره در نتیجه دولت این دوتا دختر رو از میگیره بیفرسته توی یکی از این مراکزی که وابسته به خود دولتن یک مدتی اینها یه چند ماهی اونجا بمونه تا حالا یا تکلیف الیزابت مشخص بشه یا یک سرپرستی براشون پیدا بشه اگه یادتون باشه گفتم که از پدر واقعی اینها که اطلاعاتی در دست نبوده در نهایت هم دولت نمیتونه پدر واقعی رو پیدا بکنه اینها الان یک قیم قانونی داشتن و اون هم پدر خوندهشون جان کپر بوده که خیلی هم بدش نمی اومده بچه ها بیان پیشش این خیلی نگران بچه ها بوده میدیده که الیزابت توی تربیت اینها چقدر تاثیر منفی گذاشته در نهایت قبول میکنه و میشل و سوزان بعد از گذروندن چند ماه توی یکی از این مراکز دولتی بچه های بی سرپرست یا بد سرپرست میان پیش جان و یک زندگی رو شروع میکنن. حالا که دیگه الیزابت توی زندگی این بچه ها نبوده جان دیگه داشته سنگ تموم میذاشته. همه کار میکرده که زندگی اینها درست بشه اما خب واقعا کار از کار گذشته بوده. سوزان به سن نوجوانی رسیده بوده، میشل بزرگ شده بوده، خیلی اوضاع دشوار بوده که بتونه به اینها کمک بکنه و اینها رو تغییر بده. خیلی یاقی بودن خیلی سرکش بودن میرفتن بیرون مواد میخریدن مواد میفروختن می از مدرسه فرار میکردن خیلی درد سر درست میکردن اما چیزی که در مورد سوزان کسیه که حالا ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم وجود داشته این بوده که همه معتقد بودن با وجود اینکه سوزان خیلی بچه پردرد سر و یاقی و سرکشیه اما در نهایت آدم خیلی خوشقلب و مهربونیه به نظر من از این بچه هایی بوده که همه کار میکرده که بهش توجه بکنن نادیده گرفته شدن طی سالها توی خونه توسط مادرش و پدر خونده های رنگ و وارنگ باعث شده بوده که این فقط بخواد که ببیننش بهش توجه بکنن و حالا هر چقدر هم که جان تلاش میکرده این کار رو بکنه و نیاز این رو اقنا میکرده. همیشه با سوزان درد سر داشته همیشه این داشته از مدرسه فرار میکرده وسط این درگیری های جان با سوزان کم کم سوزان شروع میکنه وقت گذروندن با یک خانومی اسم این خانوم جین پاول بوده 26 ساله بوده یک مادر مجرد بوده که سه تا هم بچه داشته خیلی زیاد میرفته خونه جین خیلی باهاش وقت میگذرونده خیلی پیشش میمونده حالا از کجا با این آشنا شده بوده؟ این خانم جین یک برادری داشته به اسم کلیفورد پوک این رو توضیح بدم که فامیلی هاشون متفاوته به خاطر اینکه جین فامیلی همسر سابقش روش بوده پابل این کلیفورد برادر جین یک روز یک جایی نشسته بوده و خیلی حالش بد بوده یه حالت غمگین ناراحتی داشته مثلا داشته گریه میکرده و سوزان میبینتش یه تونه گفتم همه میگفتن آدم خوش قلبی بوده میره جلو شروع کنه با این صحبت کردن که چی شده و اینا میفهمه که کلیفورد با دوست دخترش تازه کات کرده خیلی ناراحت خیلی غمگینه داره گریه میکنه اونجا کم کم با هم دیگه دوست میشن و در نهایت به واسطه ی این دوستی کلیفورد اون رو آشنا میکنه با خواهرش جین جین پاول آدم کاریزماتیکی بوده از اینایی بوده که میتونسته دیگران رو قانع بکنه کاری که میخوان رو انجام بده از اینایی بوده که میتونسته رو بقیه تاثیر بذاره از اینایی بوده که همیشه حرف خودش رو پیش میبرده و خیلی نمیگذره که ارتباطش با سوزان هم تبدیل به کمچین ارتباطی میشه یعنی سوزان میومده خونه این میمونده یه تخت سفری داشته توی حالا پذیرایی خونش سوزان میرفته روی این میخوابیده میومده خونه این میمونده و خیلی توی خونه این راحت بوده از اون طرف به شکل رایگان پرستار بچه جین بوده از اون طرف جین تبدیلش میکنه به یک مواد فروش توی محله مواد مخدری که میخواسته تو محله پخش کنه رو میداده سوزان پخش بکنه کم سن و سال بوده قشنگ بوده کسی بهش شک نمیکرده خلاصه که رسما جین شروع کرده بوده از این استفاده کردن اما در عین حال یکم هم, هم نشون میداده که من هوا تو دارم من مراقبتم به خاطر همین هم سوزانی که تا حالا جایی احساس تعلق خاطر نداشته احساس امنیت نداشته کم کم حس امنیت و اعتماد پیدا میکنه حتی این وسط یه مدت زمان کوتاهی میشل خواهر سوزان هم میاد و خونه جین میمونه یعنی در حقیقت این یه جایی از زندگیش فکر میکرده که دوستاش خیلی آدم های بیخودیان خیلی آدم های پلید و خائنیان و زده شده بود از همه جا نمیخواسته برگرد خونه پیش جان پدر خونده شد یه مدتی میاد توی خونه همین جین میمونه اما خیلی طولانی نمیشه در نهایت از این خونه میره و برمیگرده پیش جان چیزی نمیگذره که دایره این دوستی یه کوچولو بزرگتر میشه یک خانومی بوده به اسم برنادت مکنلی این خانم برنادت یه چند تا خونه اونورتر از خونه جین زندگی میکرده تقریبا سه تا خونه اونورتر تقریبا که نمیشه گفت سه تا خونه اون برتر زندگی میکرده و اون هم یک مادر مجردی بوده کم کم ارتباط پیدا میکنه با جین میاد خونه اونها میرفته و برنادت برخلاف جین که یکم حس حمایت و حالا من هوا تو دارم و اینها میداده به سوزان از همون اول خیلی خسمانه برخورد میکنه و اساس رو میذاره روی اینکه من تا میتونم از این زن بهره بکشم خیلی ازش سوء استفاده میکرده خیلی باهاش بد حرف میزده خیلی بهش توهین میکرده بچه هاش رو میداده این نگه داره و در کنار همه این اتفاقها ها جین متوجه میشه که برنادت براش سود بیشتری داره از سوزان در نتیجه اون هم شروع میکنه همراهی کردن با برنادت و اون حس حمایتی که قبلا میداده به سوزان رو دیگه نمیده با اومدن برنادت سوزان حتی جاش رو هم از دست میده مجبور میشه اون تخت سفری که توی پذیرایی خونه گذاشته بودن و این روش میخوابیده رو تقسیم بکنه با برنادت اما در کل حاضر نبوده که از اون خونه بیاد بیرون سو استفاده های اینها شدید و شدیدتر میشه دیگه رسما تبدیلش کرده بودن به عمده فروش مواد مثلا مواد رو میدادن به این میگفتن برو بین خورد فروش های محل پخش بکن یعنی همین کار خطرناک رو انجام میداده هم در نهایت وقتی میبینن که باز هم میتونن ازش استفاده بکنن میفرستنش توی یک شرکت خدماتی که بره کار نظافت انجام بده همه ی حقوقش رو هم ازش میگرفتن و فقط پنج پوند در هفته بهش میدادن برای اینکه خرج زندگیش رو بده خب این کم کم میرسه به گوش جان پدر خوندش میشل هم دیگه تو خونه نبوده هیچ کسا نداشته که هامیش باشه وقتی که جان میفهمه که این این همه دارن ازش سوء استفاده میکنن تو همچین شرایطی خیلی عصبانی میشه میاد دم در خونه اینها و میگه که من مثلا اومدم دنبال دخترم برای چی دارید این کارو میکنید برای چی دارید ازش سو استفاده میکنید برای چی میفرستیدش سر کارم و پولی بهش نمیدید جین همون اول دست پیش میگیره و برمیگرده به پدر سوزان میگه که ببین اگر یک بار دیگه بیای دم در خونه ای من میام خونت آتیش میزنم خب یه التیماتوم بوده از اون طرف جان خیلی تلاش میکنه که سوزان رو از اون خونه بکشه بیرون اما سوزان خیلی داوطلبانه همچنان میخواسته توی اون خونه بمونه اگر براتون سواله که چرا از نظر قانونی اقدام نمیکرده اون زمان سوزان 16 ساله بوده و بر اساس قوانین همون دهه 90 به سن قانونی رسیده بوده و دیگه قیم یا پدر خوندش نمیتونسته وادارش کنه که برگرده خونه یا مثلا پلیس به عنوان یک کودک به کارش رسیدگی بکنه برکه نمیگشته این رو هم توضیح بدم که شاید بین اطرافیانتون آدمهایی رو دیده باشید که درگیر یک ارتباط سمی بدی میشن که طرف ازشون سوء استفاده میکنه و احتمالا توی همین روابط هم دیدید که آدمها چقدر دشوار از این رابطه بیرون میاد حقیقتش اینه که این یه واکنش دفاعی از طرف مغز ماست وقتی توی یک موقعیتی قرار داریم که خیلی ما رو آزار میده مغزمون شروع میکنه این شکلی فرمان دادن که خب اشکالی نداره این خوشاینده تحمل کن برای اینکه ما آسیب کمتری از اون موقعیت ناخوشایند ببینیم و خیلی از افرادی که توی این موقعیت ها قرار میگیرن دچار این حس میشن که نمیتونن از این رابطه بیرون بیان در مورد سوزان هم همین اتفاق افتاده بوده جان و میشل تلاش میکردن که از این رابطه بکشنش بیرون از اون خونه بکشنش بیرون اما براشون امکان پذیر نبوده سوزان دیگه رسما مدرسه رو کامل تعطیل کرده بوده مدرسه نمیرفته همه یه روزهاش رو داشته به برنادت و جین خدمت میکرده خیلی زود دایره آدمهایی که توی خونه جین بودن بزرگتر میشه و پای آدمهای تازه هم به این گروه باز میشه گلن پاول همسر سابق جین بوده یا تونه گفتن فامیلیش فامیلی شوهرش بوده شوهر سابقش ولی اینها بعد از جدایی دوست همدیگه مونده بودن و با هم رفت و آمد داشتن نفر بعدی جفری لی بوده و آنتونی داتسون اینها هم توی این خونه رفت و آمد داشتن خب یه توضیحی دادم راج به گلن گلن همسر سابق جین بوده اما بقیه آدم ها یکم روابطشون پیچیده است اون دوتای دیگه یعنی در حقیقت جفری و آنتونی پارتنرها و دوست پسرهای اگه بتونیم بگیم برنادت و جین بودن اما در عین حال یکم روابط بینشون پیچیده هم بوده آنتونی 16 ساله بوده و دوست پسر برنادت بوده اما همزمان با گلن شوهر سابق جین هم رابطه جنسی داشته از اون طرف جفری هم با گلن رابطه جنسی داشته یعنی هر جوری من میخوام که تصویر سازی بکنم که اینها چجوری با هم دیگه رابطه داشتن نمیتونم به ایک نتیجه ای برسم خیلی پیچیده بوده دیگه همه با هم رابطه داشتن یه نفر دیگه هم توی این خونه میومد و میرفته که کلیفورد بوده برادر جین همون کسی که توی خیابون دیده بودش سوزان و اول اونو شناخته بود و اون اومده بود در حقیقت سوزان رو آورده بود توی خونه جین خب نتیجه این افزایش جمعیت این بود که کارها زیاد میشد مهمونی میگرفتن مهمونی های بزرگ میگرفتن که توش همه داشتن مواد مصرف میکردن و همه چیز پیچیده بود یعنی همه این آدما با هم دیگه رابطه داشتن یه سری آدم دیگر رو هم می آوردن اصلا یه وضعیت کسافتی بود توی خونه اینها پر از مصرف مواد بود پر از کسیفگاری بود یادتون باشه که یک آدم بچه داشتن برنادت و جینی بچه ها هم توی اون فضا زندگی میکردن و در کنار همه اینها سوزان هم یک بند داشت به اینها خدمت میکرد و براشون کار میکرد تو یکی از این مهمونی ها یک آقایی به اسم محمد یوسف که اون هم جزو آدم هایی بوده که میومده پارسیای اینها خیلی خوشش میاد از جین و قصد داشته که مثلا به جین پیشنهاد بده و با همدیگه وارد ارتباط بشن یا اصلا ارتباطی در کار نبوده صرفا هم با همدیگه رابطه داشته باشن این رو دقیق نمیدونیم. خب این به گوش سوزان میرسه و این دختر واقعا سن و سالی نداشته که نوجوان بوده میاد پیش جین و بهش میگه که ببین به نظر خیلی آدم خوبی میاد مثلا چطوره که مثلا با این رابطه داشته باشی جین از این حرف بدش نمیاد کاملا هم جنبه نجات پرستانه داشته نگاه به این قضیه که من لیاقتم بیشتر از اینه و تو چطور جرأت کردی این حرف رو به من بزنی و من ازت انتقام میگیرم و و این انتقام گرفتنش هم این شکلی بوده که چهار روز علا رقم میل خودش توی خونه نگهش میدارن و توی این چهار روز هم حسابی کتکش میزنن همه ی اون آدم هایی که اونجا بودن به جز مهمونه ها همه ی که راجبشون بهشون توضیح دادیم خب بعد چهار روز میتونه از اون خونه بیاد بیرون و میره پیش یکی از همسایه ها و مجرر تعریف میکنه اما این همسایه خیلی جدی نمیگیره به نظر آسیبایی که سوزان دیده بوده انقدر جدی نبوده که ارزش اهمیت یا به پلیس زنگ زدن رو داشته باشه بعد از اینکه اون همسایه کمکش نمیکنه میره پیش الیزابت مادرش اگه به خاطر داشته باشید بچه ها از مادرشون جدا شدن دیگه میره پیش اون و میگه که من احتیاج به کمک دارم فقط تو رو دارم که توی خونت احساس امنیت میکنم اجازه میدی که من توی خونت بمونم خیلی از الیزابت کمک میخواد و بهش التماس میکنه و الیزابت با اینکه صورت کتک خورده بچهش رو میدیده و وضعیت اون رو میدیده خیلی روک میگه که من همسرم نمیخواد که بچه هام رو ببینم و نمیخواد که بچه ها توی این خونه بیان همسر جدیدش پس نمیتونم مراقبت باشم من دقیقا نمیدونم که چرا بر نمیگرده پیش میشل و جان اما این کار رو نمیکنه و توی این حد فاصل هم جین دوباره میاد سراغش و با چرب زبونی و اینها قانش میکنه که نه بیا برگرد و ما حالا موضوع رو خیلی گنده نکن و حالا اتفاقی نیفتاده و باز همین الگوی تکراری توی روابط سمیه دیگه دیدید که مثلا دو نفر رابطهشون واقعا سمیه از همدیگه جدا میشن و شما فکر میکنید آخیش مثلا بالاخره این دو نفر از هم جدا شدن و میبینید که با عذرخواهی یک نفر با کادو خریدن یک نفر دوباره همه چی از اول شروع میشه و در مورد اینجا هم همین اتفاق تکرار میشه این برگشتن سوزان دیگه تمام وقت نبوده یه تایمی میومده پیش اینها یه زمانی نه میرفته خونه پیش جان و میشل بالاخره برمیگرده اونجا خب به نظر میاد که این کوتاه شدن فاصله زمانی که حالا این اینجاست مثلا دیگه همیشه اینجا نیست همیشه اینجا بخوابه که یکی کم داره به اوزا کمک میکنه اما همه چی به هم میریزه آنتونی، گلن، جین و برنادت دوچار یک مشکلی میشن و در حقیقت شپش اندام جنسی میگیرن خیلی هم از این قضیه ناراحت بودن و اولین نفر هم برنادت مبتلا میشه به این موضوع میاد و به بقیه میگه که من از سوزان گرفتم به خاطر اینکه من و سوزان توی یک تخت میخوابیم مگه یادتون باشه اون تخت سفری که توی حال خونه جین بوده اینها رون میخوابیدن و خب همین موضوع منجر به یک درگیری خیلی تحقیرآمیز میشه همه این آدم ها سوزان رو میکشونند توی خونه حالا به یک بهونهای ای و بعد وادارش میکنن که جلوی همه برهنه بشه و جلوی همه مثلا اندام جنسیش رو نشون بده و موهای اون رو بزنه و همه متهمش میکنن که تو این کار رو کردی تو باعث مریضی همه ی ما شدی خب این قضیه رو داشته باشید این تنبیه تحقیرآمیز رو داشته باشید و در کنارش این رو در نظر بگیرید که بعد از این اتفاق دیگه سوزان واقعا نمیخواد اینا رو ببینه سعی میکنه ازشون فاصله بگیره میره خونه ی پدر خوندش و خواهرش اونجا زندگی میکنه اما تو فاصله اینکه این رفته تا ما برسیم به اتفاقات بعدی یه کتی داشته جین و این کت گم میشه ارزش این کت 60 پوند بوده و خب متهم میکرده که سوزان این کت رو از خونه من برده ما نمیدونیم که واقعا این اتفاق افتاده یا نه نمیتونیم بگیم که سوزان به خاطر اینکه آدم خوشقلبی بود این کار رو نکرده نمیتونیم بگیم به خاطر اینکه سابقه مصرف مواد و دزدی و اینجور چیزا داشت این کارو کرده اصلا هیچ جا ثبت نشده که واقعا این کارو کرده یعنی. ادعا میکنه که یه کتی داشته به قیمت 60 پوند و این گم شده و حالا با همدیگه فکر میکنن که از سوزان انتقام بگیرن اینجاست که نشون میدن که ارزش جون آدمیزاد زیر 100 پونده این نقشه انتقام با مرکزیت برنادت و جین کشیده میشه و اینها دارن برنامه ریزی میکنن که چطور از این دختر بچه انتقام بگیرن در نهایت توی هفت دسامبر میرن دم در خونه ی... یعنی در حقیقت دم در خونه پدر خونده ی سوزان و اون رو دعوت میکنن به یک مهمونی خود سوزان رو خیلی گفتم خوشش نمیومده جان از اینها دیگه اینا هم شروع میکنن بهونه آوردن که ما یه مهمونی گرفتیم توی این مهمونی کراش کسی که در حقیقت سوزان بهش علاقه داره و خودش نمیدونه اون طرف بهش علاقه داره کراش سوزان رو دعوت کردیم به این مهمونی و میخوایم دست اینا رو بذاریم تو دست هم حالا اجازه بدیدیم بیاد و این پیش ما باشه و اینا خب در نهایت جان که نمیتونسته تصمیم بگیره برای سوزان خیلی اون همیشه خودش میگرفته. سوزان خیلی ذوق کرده و خوشحال قبول میکنه که بیاد به بی این مهمونی احتمالا یک کراش جدی هم داشته که وقتی این حرفا رو بهش میزنن انقدر خوشحال میشه با چرب زبونی راضی میشه و میاد توی خونه بعد از اون اتفاق برهنه کردن خیلی علاقه نداشته با اینها رفت آمد کنه دیگه اینها وانمود میکنن که ما میخوایم از دلت در به محض اینکه سوزان برنادت و جین وارد خونه میشن همه چیز شروع میشه آنتونی میاد سوزان رو میگیره میندازتش روی زمین همون لحظه تیغ میارن ابروها و موهاش رو کامل میتراشن یه کیسه پلاستیکی سرش میکشن گلوش رو میگیرن وادارش میکنن که مثل سگ توی خونه چهار دست و پا بره و شروع میکنن کتک زدنش تمام مدت میکوبیدن توی سرش میکوبیدن توی پهلوهاش میندازنش روی زمین مجبورش میکنن همه اون موهایی که مال خودش بوده رو جمع بکنه برهنش میکنن این زمان جین و برنادت هم اضافه میشن با یک کمربند با یک تکه چوب شروع میکنن مداوم و مداوم سوزان رو کتک زدن این کار رو مدت طولانی ادامه میدن تا در نهایت دیگه دمدمای غروب میشه هنوز به هوش بوده و هنوز داشته کتک میخورده میکشنش بلندش میکنن میبرنش بالا میبرنش توی یکی از اتاقها و توی یکی از کمودها حبسش میکنن سوزان خیلی ترسیده و نمیدونه باید چی کار بکنه امکانه این که فرار کنه هم نداره همه امیدش اینه که صبح که اینها از خواب بیدار میشن عصبانیتشون فروکش کرده باشه و رهاش بکنن یعنی با توجه به اون سابقه قبلی که این آدمها داشتن همه امید سوزان این بوده که اینها صبح بی خیال میشن رهاش میکنن و این برمیگرده خونه اما صبح روز بعد به خاطر صدای گریه های سوزان توی کموت تا صبح بچه های برنادت نتونسته بودن بخوابن و جین و برنادت خیلی عصبانی بودن بی میارنش بیرون از توی کموت میبرنش پایین توی یک اتاق پشتی که توی ساختمون بوده و همه چیز وارد یک مرحله دیگه میشه اینها یک تخت خوابی داشتن یک در حقیقت توشک تخت خوابی که این رو بر و این پشتی نداشته پر از چوب و فنر فلزی بوده میخوابونن روی اون سوزان رو و به این تخت برق وصل میکنن قطعا برق فشار قوی نبوده اما برقی بوده که موجب شکنجه سوزان بشه دهن و چشمهاش رو میبندن وقتی روی این تخت بستنش و شکنجه هاشون رو به مدت پنج روز ادامه میدن. بهش مداوم آمفتامین می زدن که از حال نره یک هدفون گذاشته بودن روی گوشش و به شکل مداوم موسیقی با صدای بسیار بلند براش پخش می کردن. کتکش می زدن. اجازه نمی دادن بخوابه. اجازه نمی دادن بیهوش بشه موسیقی که توی گوشش پخش می شده موسیقی فیلم چاکی بوده اگه شما اون پسر بچه رو دیده باشید یک عروسک ترسناکی یه سری فیلم ترسناک داره عروسک پسر بچه ترسناکی و برنادت هر وقت میخواسته بیاد توی اتاق و شروع بکنه به کتک زدن و شکنجه کردن و برق کردن به سوزان میگفته که چاکی اومده بازی کنه این دیالوگ این فیلمه که اون زمان خیلی هم معروف شده بوده شما تصور کنید پنج روزه نمیتونه بخوابه مدام بهش مواد میزنن نه اجازه میدن بیهوش بشه و دارن شکنجهش میکنن به نظر میاد که اوایل اتفاقات یعنی زمانی که شکنجه ها داره اتفاق میفته کلیفورد برادر جین دوست اول سوزان و جفری از این موضوع خبری ندارن دوستش بوده جفری دیگه به نظر می اومده که خبر ندارن در ماجرای آدم رو بایی اینها دخیل نبودن اما از یک جایی به بعد اینا میان توی خونه و میبینن که چه اتفاقی افتاده میبینن که یک دختری که سوزان با دهن و چش بسته, بسته بسته شده به تخت و داره شکنجه میشه اگر فکر میکنید این دو نفر به پلیس خبر میدن یا بهش کمک میکنن سخت در اشتباهید کلیفورد میاد و در ماجرا شریک میشه یک انبردست میاره و بدون هیچ بیهسی و بیهوشی شروع میکنه کشیدن دندونای سوزان مثلا دندون اول رو میکشه و دندون دوم رو مثلا خورد میکنه نمیتونه بکشه و شروع میکنن به این موضوع خندیدن و بعد دندون رو فرو میکنه توی صورتش خیلی خیلی عجیبه این آدم اولین نفری بوده که دوست شده بوده با سوزان با این دختر نوجوان اما خب این کار رو تکرار می کرده دیگه از اون طرف این رو هم در نظر داشته باشید که این پنجشیش روزه داره شکنجه میشه تمام مدت بسته شده به تخت قطعا خب دستشویی نمیبرنش این روی همون تخت مدفوع میکنه ادرار میکنه و خیلی وضعیت کثیفی به وجود اومده اینها تصمیم میگیرن که ببرن توی هموم و تمیزش بکنن بازش میکنن میگیرن میبرنش توی اما خبری از آب و مواد شوینده نیست در حقیقت اینها پاک کننده های خیلی قوی اسیدی و بازی حالا من دقیقش رو نمیدونم ولی میدونم جفتشون خورندن پاک کننده های خیلی قوی بدنش رو با اون میشورن با ماده خالص میشورن و با یک فرچه شروع میکنن شستن پوستش انقدری که یک لایه از پوستش کامل روی یه سری از نقاط بدنش رفته بوده به جز اون خود این ماده پاک کننده هم بخش های زیادی از بدن این رو خورده بوده به خاطر که از آب خبری نبوده که بعد دوباره برش میگردونن میارنش توی این اتاق میبندنش یکی از همین چند روز اینها خبر میدن به یکی از دوستاشون به اسم دیوید هیل یک پسر 19 ساله‌ای بوده که تو میشه بیای اینجا مراقب چیزی باشی این میاد و بهش میگن که تو همینجا بمون ما کار داریم میریم و میایم و این پایین بشین و این از بالا صدای فریاد میشنیده که خفه شو دهنت رو به فحش میداده یه نفری میره و وقتی که در رو باز میکنه میره تو کاملا شوکه میشه میبینه که یک زنی رو به تخت بستن کاملا معلومه که روزهاست داره شکنجه میشه لبهاش خونی اثرات اون دندون کشیدنه بوده این خون خشک شده روی دهنش و خیلی وضعیت وحشتناکی داره دیوید خیلی میترسه اول با خودش فکر میکنه که من اینا که مثلا رفتن بیرون برم پیش پلیس اینو بازش بکنم اما در نهایت به خاطر صحنه ای که دیده بوده به خاطر حجم شکنجه ای که دیده بوده جرأت نمیکنه کاری بکنه یعنی حتی وقتی اینها میرن بیرون سوزان رو باز نمیکنه سوزانی که هنوز زنده بوده به پلیس زنگ نمیزنه وقتی از اون خونه میاد بیرون نمیره به پلیس خبر بده به هیچ کس خبر نمیده و فقط به عنوان یک شخص آگاهی که این شکنجه رو دیده در نهایت بعد از برگشتن اعضای خونواده این خونواده واقعا با رو بگیم دیگه اینها قشنگ انگار که همخونن انقدر که خبیسن برگشتن اینها توی خونه از خونه میاد بیرون آنتونیو جفری رسما وقاحت رو به حد علا رسونده بودن دقیقا این وسطی که اینها گرفته بودن سوزان رو بسته بودن و شکنجش میکردن میرن کمک پاول بارلو میکنن نامزد میشل خواهر سوزان کمکش میکنن که ماشینش رو درست بکنه و هیچی راجع به اتفاقاتی که توی خونه در جریان بوده نمیگن نمیگن که ما مثلا خواهرزنت رو دوست دیدیم الان یه هفته است داریم شکنجش میکنیم و خیلی هم در کمال مثلا محبت و دوستی به این کمک میکنن که ماشینش رو درست بکنه بعدن وقتی پاولی موضوع رو میفهمه میگه که فقط کافی بود که یک کلمه به من بگن و من سوزان رو نجات میدادم الان هم فقط میخوام که ده دقیقه من رو با این آدم ها توی یک اتاق در بسته تنها بذارید اما این یک حقیقتیه که پاول یا هیچ کدوم از اعضای خانواده سوزان هیچ فرصت رو پیدا نمیکنه. اوایل صبح 14 دسامبر این شش تا رو باینده بالاخره تصمیم میگیرن که بس دیگه مجازات این آدم برای دزدیدن یک کت و تصور اینکه به ما شپش اندام جنسی داده بس دیگه تموم شد ما لذتمون رو بردیم دیگه علاقه ای نداریم که شکنجش بکنیم به خاطر همین هم تصمیم میگیرن که الان وقتشه که باید کاری کنیم که این نتونه بره علیه ما شهادت بده نتونه بره جایی علیه ما حرف بزنه خب مسلمه که این کار یعنی کشتن دیگه اما این وسط سوزان که واقعا راضی به مرگ بوده شکنجه هایی که تو این روزها گذرونده بوده وصل شدن برق کتک خوردن مداور همه اینها به مرگ راضی بودن اما مسئله بوده که اینها نمیکشتنش فقط نگهش داشته بودن و حتی حالا که تصمیم گرفتن که سوزان رو بکشن هم باز نمیان یک راه آسون انتخاب بکنن تصمیم میگیرن که از یک روش دیگه این کار رو انجام بدن یه ماشینی داشته یه ماشین سفید رنگی داشته یکیشون میان سوارای ماشین میشن و به زور سوزان رو توی صندوق عقب این ماشین جا میدن. راه میافتن میرن به یک جاده فرعی، میرن به یک منطقه جنگلی، ماشین رو پارک میکنن، سوزان رو از توی ماشین میکشن بیرون، میندازنش روی یک بوته خار عظیم، روش بنزین میریزن و جین چندین بار تلاش میکنه که فندکش رو روشن بکنه که اون رو آتیش بزنه اما نمیتونه. در نهایت گلن و آنتونی که آتیش رو روشن میکنن و لحظاتی که سوزان زنده است کمک میخواد و داره توی شعله های آتیش میسوزه برنادت یک آوازی رو شروع میکنه بلند بلند خوندن که این جمله بسوز عزیزم بسوز عزیزم توش تکرار میشده اینها همچنان وایسادن یعنی سوزان داره میسوزه اینا وایسادن و دارن نگاش میکنن از یه جایی بعد دیگه حوصله‌شون سر میره تصمیم میگیرن برن یک نوشتنی الکلی بخورن میان سوار ماشین میشن میرن ولی سوزان هنوز به زندگی چسبیده بوده و قصد نداشته که به این آسونی بمیره به خاطر همین خودش رو روی زمین میکشه آتیشش خاموش میشه میاد جلو میاد تا از آدمها کمک بخواد در نهایت هم میتونه خودش رو برسونه لب جاده و اینجاست که اون آدمهایی که گفتیم رو میبینه لب جاده سه تا آدم رو میبینه که داشتن پیاده روی میکردن وقتی وضعیت آشفته سوزان رو میبینن کمکش میکنن به شدت سوخته بوده میبرنش نزدیکترین خونه ای که اونجا وجود داره خونه یک زن و شوهر مسنی بوده میبرنش داخل ببینید وضعیت سوزان خیلی وحشتناک بوده دستاش کاملا سوخته بوده از پاهاش فقط گوش دست و خونه پاهاش باقی مونده بوده درجه سوختگی صورتش بسیار بالا بوده وقتی میرسه خونه ی این زوج مسن آب میخواد ولی انقدر سوخته بوده که خودش نمیتونست آب رو بخوره اینها کمکش میکنن شیش لیوان آب میخوره و حتی توی اون حالت هنوز میتونسته صحبت بکنه از اینها تشکر میکنه بابت اینکه بهش آب دادن نیروهای اورژانس میرسن منتقلش میکنن بیمارستان وقتی که مادرش الیزابت و پدرخوندش میان بیمارستان و البته خواهرش میشه اینقدر درجه سوختگی شدید بوده که اینها نمیتونستن تشخیصش بدن که واقعا سوزانه یا هنوز زنده بوده یکی از اثر انگشتاش باقی مونده بوده بر اساس اون میتونن هویتش رو تایید بکنن 80 درصد بدن سوزان سوخته بوده و خیلی وضعیت بدی داشته اما اونقدری زنده بوده که قبل از اینکه مرگ سراغش بیاد اسم روباینده ها و شکنجه کننده هاش رو به پلیس بگه در نهایت بعد از چهار روز هم میره کما و از دنیا میره توی این زمان پلیس که حالا اسامی این آدم ها رو داشته مستقیم میره دم در خونه جین تا اونها رو دستگیر بکنه وقتی که میره اینها کتما میکنن هر نوع ارتباطی رو با اتفاقی که برای سوزان افتاده کتما میکنن حتی زمان دستگیری برنادت و جین با همدیگه شوخی میکردن و میخندیدن اینقدر همه چیز رو ساده گرفته بودن اما وقتی پاشون میرسه به اداره پلیس و متوجه میشن که با حبس ابد روبروان و قرار بقیه عمرشون رو توی زندان بگذرونن ورق برمیگرده شروع میکنن گردن همدیگه انداختن همدیگه رو متهم کردن خیلی فاجعه فاجعه بزرگی بوده یک دختر این بلاها سرش اومده اما متاسفانه زمانی که خبر این جنایت منتشر میشه رسانه های انگلستان به جای مانور دادن روی اتفاقی که برای یک دختر نوجوان افتاده میان روی بوت های دیگه یه قضیه مانور میدن مثلا میان میگن که اتفاقی که داره میفته نشون میده که طبقه کارگر چقدر مستعد خشونته خب این هیچ ربطی به کشته شدن سوزان نداره یا یه سری دیگه از رسانه ها میان میگن گنگ های دخترونه خطرناکن اینها باعث کشته شدن زنان و دختران میشن این در حال یکی از شش نفری که دستگیر شدن چهار تاشون مردن یعنی در حقیقت به جای اینکه بپردازن به کشته شدن این آدم میپردازن به یک عالم حاشیه بیدلیل درسته که در حکم قاضی این صحبت رسانه ها تاثیری نداره اما برای میشل و پدر خوندش جان که تاثیر داره یکم اونها رو میتونه آروم کنه که آقا به این ظلمی که به این بچه شده پرداختن این وسط یه نفر با بقیه فرق داشته پدر آنتونی میاد باش صحبت میکنه میگه ببین بچه جان با کاری که کردی فقط با اعتراف کردن ممکنه که عذاب وجدانت کم بشه از اون طرف تو تو بد مخمسه ای هستی به خاطر همین به که اعتراف بکنی حالا این مخمسه چی بوده زمانی که پلیس رفته بوده این شیش نفر رو دستگیر بکنه توی خونه ی جین خون بوده وسایل کتک زدن بوده امبردست بوده اون تشکی بوده که بهش بسته بودن سوزان رو و خون و دندون و موی سوزان هم هنوز توی خونه بوده یعنی اینا توی این افش در روز اصلا سطل آشغالشون هم خالی نکرده بودن البته این رو هم اضافه کنم که خونه کثیف بوده پر از آشغال بوده پر از وسایل دزدی ماشین بوده اصلا یک وضعیت وحشتناکی داشته به واسطه همین پدر آنتونی بهش میگه که ببین بچه جان اگر نخوای اعتراف کنی نخوای با پلیس همکاری بکنی بدجوری پات گیره به نفعته که با پلیس صحبت بکنی و در نهایت آنتونی شروع میکنه با پلیس صحبت کردن و همه ماجرا رو مو به مو دقیقا اون چیزی که من براتون تعریف کردم صحبت های آنتونی تعریف کردن برای پلیس اینقدر چیزی که پلیس ها دیده بودن از وضعیت سوزان و حرف هایی که آنتونی میزده وحشتناک بوده که یه سری از مامورای پلیس شروع میکنن به گریه کردن نه باورشون که یه سری آدم بتونن با یک آدم دیگه این کارا رو انجام بدن. دادگاه ها شروع میشه و توی دادگاه ها برنادت و جین قرار بوده که بیشتر این حکم ها رو بگیرن دیگه اینها در مرکز داستان قرار داشتن و هر کدوم سعی میکردن فهمیده بودن آنتونی اعتراف کرده از اتفاقاتی که آنتونی گفته یه چیزی رو به نفع خودشون بگیرن مثلا جین میگه که اون شب اولی که من حبسش کردم توی کمد دلیلش این بود که نمیخواستم اینا بیشتر کتکش بزنن خب چرا آزادش نکردی یا از اون طرف برنادت میاد میگه که اون آمفتامینی که بهش تزریق میشد رو من تزریق میکردم به خاطر اینکه اینها قصد داشتن به سوزان یک دوز کشنده هروئین تزریق بکنن حرفای اینها توی دادگاه خریداری نداشته دیگه وضعیت مشخص بوده مخصوصا وقتی که پاتولوژیست پزشکی قانونی میاد توی دادگاه و میگه که میزان سوختگی سوزان انقدر شدید بوده که اصلا محال بوده این زنده بمونه خب این خیلی روی دادگاه و هیئت منصفه هم تاثیر میذاره هر چقدر که اینها هم میخواستن توجیه بکنن ممکن نبوده دادستان توی دادگاه میگه که شما این رو آتیش زدید و وایسادید و سوختنش رو نگاه کردید جین میگه که نه من عذاب وجدان گرفته بودم برناردس میگه که نه من از عذاب وجدانم شروع کردم آواز خوندن که دادستان بهش میگه که به سوز عزیزم رو از عذاب وجدانت خوندی کنار جسد در حال سوختن سوزان 59 دقیقه عت منصفه 57 دقیقه اگه اشتباه نکنم میرن با همدیگه مشورت بکنن تا حکم رو صادر بکنن و میان و تک تک حکم این آدم ها رو میخونن گلن برنادت و جین در مرکز ماجرا قرار داشتن و به همشون حبس ابد میخوره 25 تا 65 سال زندانه در حقیقت این حکم عبد، حبس ابدی که توی انگلستانه آنتونی بعد 18 سال میتونسته درخواست آزادی مشروط بده جفری و کلیفورد هر کدوم حکم های نزدیک به همی میگیرن دوازده و 15 سال جفری دوازده سال کلیفورد 15 سال اینها به خاطر اینکه در جریان آدم ربایی نبودن حکم کمی میگیرن اما دلیل این که حکم کلیفورد بیشتره به خاطر اینه که طبق صحبت های آنتونی اون بوده که دندون سوزان رو کشیده اما خب ماجرا اینجا تموم نمیشه به خاطر اینکه جفری سال 1999 میتونه درخواست بده و دوازده سالش رو میکنن 9 سال. آنتونی هم درخواست میده 18 سالش تبدیل میشه به 16 سال تا 2002 این درخواست رو داده. سال 2012 هم به خاطر حسن رفتار برنادت از اون حداقل زندانش یک سال کم میشه. جفری و کلیفورد و برنادت آزاد میشن. حالا راجب برنادت بهتون میگم گلن هم سال 2023 می 2023 آزاد شد اما بریم سر برنادت مهمترین آدم این پرونده که آزاد شدنش خیلی سر و صدا کرده همین جناب برنادت بوده همین خانوم برنادت بوده چرا خیلی سر و صدا کرده رسانه ها خیلی روی این قضیه مانور دادن به خاطر اینکه درسته که این ادعا میشده که یک زندانی نمونه است خیلی همه چیزش توی زندان خوب بودم و یک شایعه قوی داشته وجود داشته که زمانی که برناده توی زندان بوده با مایک مارتین رئیس زندان ریخته بوده رو هم یعنی با هم یک رابطه ای داشتن و اون تمام مدت گزارش رفتار این آدم رو مثبت رد کرده از اون طرف به جز اون شایعه ای که این آدم با رئیس زندان رابطه داشته یک رابطه عاشقانه ای هم توی زندان داشته با مایرا هیندلی که این خانوم هم که از قاتلای زنجیره معروفه و در کنارش یک رابطه دیگه هم حالا عاشقانش مشخص نیست اینا توی یک زندان بودن با روزماری وست داشته روزماری وست هم که از اون آدم هاییه که ما در امراج بهش تحقیق میکنیم میریم سراغش خیلی پر حادث است خیلی پر اتفاق قتل ها توش زیاده به خاطر همین این قول رو میدم که سراغش میریم اما در نهایت با وجود همه این حرف ها با وجود همه این صحبت ها برنادت از زندان آزاد شده همین سال 2023 اسمش رو عوض کرده یک گوشه ای از دنیا نشسته و داره بی هیاهو بقیه زندگیش رو میگذرونه اون زمان رسانه ها به این پرداختن که پخش فیلم های ترسناک توی انگلستان منجر به این قتل ها شده و صحبت هایی که دادستانی توی دادگاه کردیم بود که درسته که رفتارهای این فیلم تکرار شده یا موسیقیش موقع شکنجه پخش شده اما یا میتونیم تضمین بدیم که اگر این فیلم هیچ وقت ساخته نمیشد این اتفاقات هم نمی افتاد و خب هیچ کس نمیتونه در مورد این قضیه اطمینان بده پرونده امروز تموم شد جزو یکی از اون پرونده های بود که من دیدم یک دختر 16 ساله کشته شد صرفاً به خاطر اینکه یک کت شست پوندی گم شده. اگر نظری در مورد این ویدیو داشتید حتما برای ما کامنت بذارید. اگر ویدیو رو دیدید و دوست داشتید حتما لایکمون کنید و دمتون گرم که با ما همراهید. امیدوارم که روزگارتون خوش باشه.